برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست. با سلام خدمت هموطنان عزیز، در روزهای سیاهی که منطقه خاورمیانه دستخوش تنش‌های خونین و بسیار بسیار خطرناکی هست، عرض کنم که رژیم جمهوری اسلامی مشغول مذاکره است، اونجوری که عبداللهیان اگر اشتباه نکنم عرض کنم که معاون اجرایی رئیسیه گفته که مشغول مذاکره هستند. تغییر خشونتبار و قهرآمیز نظام جمهوریت در افغانستان، این بیانیه کانون وکلای دادگستری مرکزه. میگه تغییر خشونتبار و قهرآمیز نظام جمهوریت در افغانستان و تصرف مناطق مختلف پایتخت این کشور توسط گروه طالبان به زور اسلحه به هیچ وجه نمیتواند اقدامی مشروع تلقی گردد. من بسیار خوشحال هستم که هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری این اطلاعیه رو داده، این باعث افتخاره. کشورها باید از به رسمیت شناختن و شناسایی چنین حکومت‌هایی تا زمانی که مبتنی بر آرای مردم در یک انتخابات دموکراتیک نباشد خودداری کنند. کانون وکلا ضمن اعلام همبستگی با مردم افغانستان از نظام مشروع و مبتنی بر جمهوریت و حاکمیت ملی در افغانستان و همچنین مقاومت به حق علیه تجاوز خارجی و خشونت طلبان داخلی پشتیبانی می آمد. بعد هم به مسائل انسانی ناشی از پناهندگان افغانی پرداختند. من نمیتونم از اظهار خوشحالی در این مورد خودداری کنم. من به این نوشته کانون وکلای دادگستری مرکز افتخار میکنم، ولی یک قدم دیگه هم باید بردارند. همون انقدر که دلواپس عرض کنم حضورتون خشونت ها پایمال کردن حقوق مردم افغانستان هستن، حداقل نسبت به همکاران ارجمند ما مصطفی نیلی، مریم افراز، آقای آرش کیخسروی، محمد رضا همتی، همکاران ما که ممنوع الوکاله شدند از طرف رژیم اقدام بکنند و از حقوق این اشخاص دفاع بکنند. من با خوشحالی تمام از بیانیه 575 کنشگر در دفاع از همکارانم افتخار میکنم. به این اشخاصی که تو این شرایط متوجه این هستن که ملت بیدفاع، ملت بدون وکیل، ملت بیدفاعی در مقابل این رژیم. به هر حال من از هشدار وکلا، از بیانیه 575 کنشگر سیاسی بسیار بسیار خوشحالم. روز گذشته من در یک جلسه بودم از ایرانیان سکولار جمهوری خواه که برای من بسیار آموزنده بود، از اینکه دیدم اشخاص گوناگونی از خانواده‌های مختلف سیاسی، آدم‌های مجرب، صاحب سابقه، برای دفاع از اعلامیه جهانی حقوق بشر، برای گزار
مساعدت آمیز، البته همه آرزوی گذار مساعدت آمیز دارن، معمولا اونهایی که از گذار مساعدت آمیز وحشت دارن رژیم ها هستن که مردم رو میکشن، نابود میکنن. به هر حال رفع تبعیض ها، مبارزه مساعدت آمیز، مخالفت با دخالت نظامی خارجی ها برای سرنگونی این رژیم، دفاع از تمامیت ارضی ایران و اینکه مردم بایستی نوع نظام آینده رو انتخاب کنن. در بروکسل من در این جلسه این دوستان بودم. به نظرم این اقدامات که باعث وحدت خانواده های مختلف سیاسی رو فراهم میکنه، به خصوص تو این شرایط، بسیار بسیار اقدامات مناسبیه. در چنین روزهایی که ما میبینیم که جنبش دادخواهی ایران اعلام کرده کوبرا فاطمی در یزد دستگیر شده و بعد هم او رو به اعدام محکوم کردن، میبینیم که در کشور همسایه ما خانم صفیه فیروزی، خلبان کارکشته افغانستانی، توسط طالبان سنگسار میشه. طالبان نسخه اصلی ملا عمر خامنه ای هستش. عین همین رفتارها رو ابتدای انقلاب با یکی از همولایتی‌ها من کردند، خانم جباری در بهشهر، و من از طرف کانون وکلای دادگستری برای تحقیق در این مورد رفتم و گزارش برای جمعیت حقوقدانان و کانون وکلا تهیه کردم که به دلیل همون گزارش هم عرض کنم حضورتون، بارها گفتم بار دیگه میگم، این افتخار رو دارم که 40 سال تونستم از سلطه جنایتکاران حاکم بر میهن فرار کنم و در تبعید در حد لیاقت خودم کارهایی رو که میتونستم برای پناهندگان، برای دفاع از مردم ایران تا جایی که میتونستم انجام دادم. در هر حال هفته گذشته وقتی که به خمینی گفتن که خانم اوریانا فلاچی گفت، من اصلا این خانم رو نمیشناختم، به منم مربوط نبود، تو روزنامه ها نوشته شده بود که جمعیت حقوقدانان آدمی فرستاد، یک کسی رو فرستاد، اون کس من بودم که تحقیقات بکنه. خب من در اون ضمن اون تحقیقات به هر حال به مسئله ترکمن صحرا هم رفته بودم و گزارش تهیه کرده بودم و این بغض ها باعث شد که من محکوم به تبعید باشم، ولی من از این محکومیت استقبال میکنم، برای اینکه مثل بسیاری از پناهندگان ایرانی ادای وظیفه میکنم در حد لیاقت خودم. و همینجا هم بایستی که از میهن تیوی سپاسگزاری بکنم که بلندگویی شده برای اینکه صدای مردم ایران تا جایی که ممکنه، صدای شکایت مردم ایران پخش بشه، چون در درون کشور که چنین امکانی وجود ندارد. هفته گذشته مهمترین اتفاقی که افتاد عرض کنم حضور تو که اولین دیدار خامنه‌ای بوده با کابینه رئیسی. خیلی این دیدار عرض کنم حضورتون که دیدار جالبی بوده. اولین حرفهایی که خامنه ای میزنه بسیار بسیار گویای از وحشتی که این رژیم از نارضایی های گوناگون مردم داره. اولین جملاتش با این شروع میشه که بایستی اعتماد مردم ترمیم بشه، یعنی جد بشه، ترمیم بشه. دولت بایستی حرفهایی رو که میزنه عمل کنه. این مطلب نشون دهنده این هستش که خامنه ای در وحشت از نفرت مردم،
علاوه بر این وحشت، وابستگی شدید این نظام به خصوص امسال در بودجه به 200,000 میلیارد تومان از نفت، عرض کنم که یعنی 5 برابر بیشتر شده وابستگی بودجه به درآمد نفتی، در این در عین حال اینها تحریم هستند و از طریق پیش فروش نفت و اوراق مالی، به قول خودشون اوراق مالی اسلامی، یعنی قرض گرفتن و ربا دادن، عرض کنم که امورات خودشون رو میخوان بگذارن. البته من نمیدونم چقدر این امر ممکنه، ولی اینو میدونم که خداوند اینها در سوره بقره اگر اشتباه نکنم رباخاری رو حرام کرده و این در دوره این خامنه‌ای جنایتکار هستش که مردم ایران به چنین درحالی که منابع کافی دارن، درآمد کافی دارن و این درآمدها باید صرف زندگی مردم بشه، صرف دستگاه سرکوبی و کشتار میشه، صرف این میشه که رژیم مسلط بر ایران صاحب رکورد اعدام طی 20 سال گذشته، 40 سال گذشته از روی زمینه. در هر حال این شرایط، شرایط بسیار بسیار خطرناکی هستش که ما رو به اتحاد، به نزدیک شدن بیشتر، به کم کردن اختلافات دعوت میکنه. من وقتی دیدم که این زن خانم بزرگوار افغانی رو سنگسار کردند، افغانی ها قانون تحصیل کرده خلبان زن با تجربه رو سنگسار کردند برای اینکه جلوی که زنها رو بترسونند، عرض کنم که یاد اون قصه معروف سعدی افتادم که من نمیخوام به هیچ عنوان این خانوم ها رو که کمال تعظیم و احترام و نسبت به ایشان دارم رو مورد، عرض کنم حضورتون، اتهاماتی قرار بدم که دشمنان بشریت قرار میدن، ولی سعدی میگه که آخوندها دستور داده بودن یک زنی رو، یک خانومی رو، زنی رو دیگه اعدام بکنن و این از این اشخاصی که سنگ میزدند، سعدی به اینها، اینها رو سرزنش میکنه، اینها رو سرزنش میکنه و به اون آخوندی که چنین حکمی رو داده، خطاب به اون یک مطلبی میگه که این مطلب بسیار بسیار گویا هست در مورد جنایاتی که این مرتجعین نسبت به زنها میکنن. در هر حال این مصائبی که در ایران وجود داره، یعنی ملت بی‌دفاع هستند، این صادر شده به افغانستان و متاسفانه آقای بایدن و اصولا دستگاه دیپلماسی اروپایی و آمریکایی نشستند و نگاه میکنند. به هیچ عنوان ما شاهد یک اعتراض جدی از طرف مدعیان و وراث تاریخی حقوق بشر نیستیم. عرض کنم دیدیم که در فرودگاه کابل، در فرودگاه در افغانستان با عمل انتحاری 107 نفر یا 170 نفر رو کشتن. این نتیجه ارتباط داشتن با آدمی مثل خامنه ای هستش
تلاش برای نگه، برای استمرار اینها، برای اینکه وقتی که اینها پول به آخوندها میرسونن، هرچند اسمش هست تجارت، ولی این تجارت خونینیه، ننگینیه، و بر دامن اینهایی که مدعی میراث تاریخی و احترام برانگیز حقوق بشر هست به طور تاریخی میمونه. من این بحث رو به خصوص خطاب به همسایه شمالی خودمون دارم که در روسیه %80، شاید یه خوردن بیشتر، %80 اینها ارتودکس هستند، ولی 20% دیگه یا 19% دیگه مسلمان هستن، 1% هم ادیان دیگه. این مسلمانان روسی تحت تأثیر تعلیمات امام خامنه ای همون کارهایی رو میکنن که اکنون در داغستان و آذربایجان شوروی، متاسفانه آذربایجان روسیه، متاسفانه شروع شده و امیدوارم که به آذربایجان شمالی نرسه. ما میدونیم که مماشات با این جنایتکاران چه نتایج وحشتناکی برای صلح و امنیت جهانی داشته. یعنی مناطق مورد تصرف سیاسی اینها، اشغال شده سیاسی اینها مثل عراق و لیبی و کشور ایران، اینها بخشی مهمی از جمعیت کشورهای مسلمان نشین رو تشکیل میدن و تأثیرات اینها به پاکستان رفته. وقتی که میبینیم که روز شنبه فرودگاه، یکی از فرودگاه های روسیه، فکر میکنم فرودگاه مسکو بوده، که تهدید به بمبگذاری شده از طرف اشخاصی که میخواستند، مسافرین میرفتند به جنوب روسیه، تهدید به بمبگذاری شده. و اینها مقدمات هست برای اینکه اینها روس‌ها به خاطر رقابت در سیاست بین المللی با آمریکا و اروپایی‌ها آمدن و یک نوع وحدت سیاسی نانوشته رو با ارتجاع اسلامی شروع کردند. خود اینها، خود روسیه 20 میلیون مسلمان داره که متاسفانه بخش خیلی زیادی از اینها که در کنارهای دریای سیاه، در کنارهای خزر، اطراف ولگا، سیبری، قفقاز شمالی، تاتارهای مسلمان هستند، شدیداً در اونها تأثیر گذاشته. ما وقتی که عکس‌های اون ولایات رو می‌بینیم، همین لباسایی رو که داعش باب کرده برای، عرض کنم، سر و صورت مردمان مسلمان و لباس زنان مسلمان در اونجا میبینیم. الان حکومت داخلی جیومه لیبرال پوتین اسلام بازمانده از امپراتوری عثمانی رو در سرزمین های امپراتوری تزاری به اس برده. اینها تقریبا 25%، شاید 20% جمعیت روسیه رو تشکیل میدن و بخش آسیایی روسیه به لحاظ اختلاف فرهنگی و مذهبی با اون 80% بقیه جمعیت که مسیحی هستند و روس هستند، یک دنیا مشکلات
دارن. این مشکلات تنها مشکلات مذهبی نیست، این مشکلات ناشی از سلطه ایام تزاری، ایام اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و سالهای اخیر هستش که لیبرال های داخل جمهوری پوتین ها در این کشور حکومت میکنن. پیام های غیر رسمی و چشمک زدن ها و گفتگوهای پنهانی در وین در مورد مسائل اتمی ایران ادامه داره. فعلا حمایت پنهان و آشکار روسیه از منافع اسلام عزیز و مصلحت نظام، عرض کنم که بعد هم روحیه انفعالی بایدن و اروپایی ها مردم کشورهای مسلمان نشین، نه تنها ایران، برای اینکه مردم ایران در مشغول مقاومت هم، این مقاومت هم هیچ ارتباطی به حمایت خارجی نداشته و نداره، ولی تمام کشورهای مسلمان نشین رو اینها با رفتاری که میکنند، یعنی با اولا مصالحه ننگینی که با طالبان شده و حاصل اون بی پناه گذاشتن مردم افغانستان بود، نظامی های روسیه، ببخشید، نظامی های آمریکایی کشور رو خالی کردن تا طالبان کشور رو بگیره. فکر میکنم آخرین اینها هم دیشب بازگشته. الان کشورهایی مثل آذربایجان شمالی، داغستان از هجوم ارتجای طالبانی و ولایت مطلقه فقیه هیچ مسئولیتی ندارن. رزمایش و مانورهای هوایی روسیه هم نتایج، اگر هم نتیجه ای داشته باشه، نتایج تاکتیکی داره. برای اینکه طیاره میاد اونجا دو دفعه، هر کم هواپیما دو دفعه، سه دفعه، پنج دفعه میاد پایین، نمیدونم دیوار صوتی رو میشکنه، زهر چشم میگیره، برای چند دقیقه اینم بعد فراموش میشه. طوفان ارتجاع در منطقه که به دلیل انفعال روسیه و اروپایی ها و آمریکایی ها در اون منطقه شروع شده، قویتر و مهمتر از این حرکات هواپیماها و اینا هستش. ارتجاع همون گونه که مردم ایران دارن عمل میکنن نیاز به جراحی داره، جراحی جدی با مرهم و اینا قابل معالجه نیست. این کرونای اسلامی است. حالا راجع به کرونا که صحبت میکنیم، متاسفانه اخباری که از میهن میرسه نشون دهنده کارنامه جنایتکاران حاکم بر میهن ماست. در ایران اگر هممون به خاطر داریم، حالا این جملات شما بارها گفتم، الان شاید عیناً نتونم بگم، که خامنه ای آمد گفت این چیز مهمی نیست، ما از این چیزا زیاد دیدیم. حالا اکثریت مردم گرسنه و بیچاره ایران به این بدبختی مصری، عرض کنم که این بدبختی مصری اکثریت مردم ایران، غالب مردم ایران رو تهدید میکنه. یک آماری هستش که فکر کنم اطبای تهران دادن که تعداد کشته شدگان کرونا در هفته اول شهریور امسال در مقایسه با آمار رسمی سال گذشته 5 برابر شده. تازه این مربوط به تهرانه که سطح زندگی مردمش مربوط به تهران هستش که سطح زندگی مردمش، میزان آموزش مردم، امکانات مردم خیلی بیشتر از بسیاری از مناطق ایران از جمله سیستان و بلوچستان و کردستان هست.
در هر حال به هیچ یک از آمارهای این رژیم نمیشه اعتماد کرد. ولی این آماری که من الان خدمتون گفتم و مقامات رسمی هم اونو تکذیب نکرده، آماری هستش که پزشکان در تهران دادن برای اینکه توجه مسئولین رو، مسئولین داخل پرانتز، چون اینا مسئول حفظ جان خودشون هستن، نه مسئول جان خودشون، هم فرزندانشون و غارت کشور هستن، هیچ مسئولیتی نسبت به آینده کشور، نسبت به جان مردم ندارن. نگاه کنیم که اولین طرحی که اولین ایها الناس مردم در روزهایی که کرونا بیداد میکنن، صحبت از اون طور که پزشکان اعلام کردند، صحبت از عرض کنم حضورتون که حدود 4.5 میلیون مورد بیماری و پزشکان ایران گفتن 100,000، ولی اخباری که در جای گوناگون من خوندم عرض کنم که بیش از دو برابر این رقم تا کنون مردم از بین رفتند. مجلس خامنه ای در اولین جلسه ای که تشکیل داده امسال، در حالی که مردم مبتلای کرونا هستند، طرح افزایش بودجه سپاه قدس رو تهیه کرده. محلش هم صادرات غیر نفتی به عراقه. صادرات غیر نفتی به عراق یعنی بازگذاشتن دست سرداران دزد سپاه برای اینکه مواد غذایی مردم رو به عراق بفرستند، گوشت به عراق بفرستند، برنج به عراق بفرستند. در فروردین امسال به موجب آمار رسمی خود اینها، صادرات عرض کنم که صادرات به عراق 50% اضافه شده، به 6,300,000,000 رسیده. این ارقام رسمیه. رادیو فردام البته در همین باره گزارش مختصر و مفیدی داده که من گزارش رو خوندم. گزارش مبتنی بر تبلیغات نیست، مبتنی بر اسنادی هستش که در اون گزارشی که من خوندم به اظهارات نمایندگان رژیم استناد شده. به نظر من گزارش مستندیه، گزارش جانبدارانه‌ای نیست، تبلیغات نیست، و توصیه میکنم که برای اطلاع بیشتر حتما اونو بخونید. اگر خواستید اطلاع بیشتری داشته باشید اونو بخونید. در این حال در هفته گذشته چهره واقعی رژیم، اون چیزی که همه مردم لمس کردن، به وسیله یک فیلم که از اوین گرفته شد و صحنه زنده اجرای عدالت اسلامی در حق یک اسیر بدبخت به دست رژیم جمهوری اسلامی است، بسیار بسیار گوینده است از اینکه اینها با مخالفین سیاسی چه میکنند، با مخالفین سیاسی نظام چه میکنند. این نمونه رو استدعا میکنم اشخاصی که صدای منو میشنوند این رو پخش بکنند به سراسر جهان، تا لیبرال های داخل گیومه اروپایی و آمریکایی بدونند به چه قیمتی اینها بساط سازش و مماشات با این رژیم رو 40 سال ادامه دادن. در هر حال آمده یکی از این مقامات رسمی رژیم آمده و این فیلم رو که یک گروهی به نام گروه عدالت پخش کرده و من در همینجا اظهار احترام و تعظیم به شجاعت رو عرض کنم که خدمتی که در این زمینه کردن تشکر میکنم. این فیلم یک نمونه است
از میلیون ها نمونه که در 40 سال گذشته علیه مردم ایران مرتکب شدن. ایها الناس، این فیلم رو ببینید، این فیلم رو پخش کنید، این فیلم رو به مجامع بین المللی، به پارلمانترها، به اعضای انجمن شهرها، به روزنامه نگاران، به سندیکالیست ها برسونید. اینها به طور مستمر در تمام این سالها این جنایات رو مرتکب شدن. این دو کتاب مستند دوست آزادی خواه مردم ایران، دوست میهن و میهن یاران آقای مصداقی این گزارش ها رو نوشته. این فیلم یکی از میلیون ها صحنه ای هستش که اینا در این 40 سال مرتکب شدن، بر سر میهن ما آوردند و میارند. وزارت بهداشت آمده عذرخواهی کرده از پیشرفت بیماری در ایران و جالب استش که اشخاصی که به تلاش های مصداقی، آقای ایرج مصداقی انتقادات شدید می کنند و اون چیزی که در شأن و مقام خودشون ره عین وزارت اطلاعات عمل می کنند، این اشخاص عرض کنم حضورتون که این اشخاص فرومایه تعدادشون هفته گذشته با یه فوتبالیست، تعداد اینها که تا کنون جرأت کرده بودن 5-6 تا بوده چهره خودشون نشون دادن، بقیه که حتی این کارم نکردن، امضا کردن و در رفتن. این 4-5 تایی که چهره خودشون رو نشون دادن، من یکیشون رو تو خیابون دیدم، فرار کرد. البته منم کاری باش نداشتم، اگر از کنار منم میگذشت حد اکثر این بود که نگاهش نکنم. فرار کرد و فکر کنید که اینها چگونه از خشم خانواده ها باید بگریزند. البته توصیه من و همه هواداران مقاومت ملی این استش که به رسوا کردن اینها اکتفا کنند. مجازات اینها باید در دادگاه‌های عادلانه با روش‌های متمدنانه انجام بشه و الا ما اعمالمون تابعی میشه از متغیر اعمال اینها. من میدونم که مادران و برادران و پدران بسیاری از اینها که در اروپا به خاطر خشم و غضب، فرار از خشم و غضب رژیم پناهنده هستن، اینها رو تو خیابون ها میبینن، ولی مجددا خواهش من این استش که هیچ غیر از معرفی اینها به مردم کار دیگری نکنن، برای اینکه این رو به حساب همه ها منظور میکنند و ما رو اینها امکانات تبلیغاتی خوبی دارند و میتونند ما رو به عنوان اشخاصی که خشونت در رفتار سیاسی رو تبلیغ میکنیم معرفی کنند. بهتر استش که چنین بهانه‌ای رو ما به دست اینها ندیم. کافی استش که عکس های اینا رو منتشر کنیم، عکس های آقای خورسندی رو که الحمدلله عکسش رو همه دارند، آقای حسن دایی، حسن حبیبی در هفته گذشته به این طایفه پیوستند و من فکر میکنم بهترین کار این استش که اینها رو به مردم، به اهالی شهرهایی که اینها در اونجا زندگی میکنند معرفی کنید. از مسائل مهمی که در هفته گذشته به نظر من خیلی اهمیت داشته ولی مطبوعات غربی این رو
تا جایی که من احساس میکنم تحت فشار دولت هاشون خیلی روی این قضیه کار تبلیغاتی نکردن، این اشغال پایتخت افغانستان توسط طالبانه. کسی تا کنون پیدا نشده. من هفته گذشته در آخرین جملاتم راجع به فروپاشی ارتش بزرگ افغانستان و با همه وسایل و ابزار آخرین وسایل و ابزار و هواپیماها و اینایی که همه اینا عرض کنم که کمک آمریکایی‌ها بوده، این تانک‌ها و این هواپیماهای غول‌پیکر بمب‌افکن و اینا رسیده به دست طالبان و این ارتش هیچ مقاومتی نکرده. علاوه بر این، چرا؟ برای اینکه حامیان این آمریکایی‌ها گذاشتن، مردم رو تنها گذاشتن و رفتن و اسلحه‌ها اکنون از هفته گذشته تا الان قدرت طالبان، قدرت مادی طالبان، قدرت معنویش عرض کنم که نداره. حتما آبروریزی های مهمی اینها در این شهر مرتکب شدند و مرتکب خواهند شد وقتی کاملا مسلط شدند، ولی از جهت مادی لقمه چربی گیری اینها افتاده. اسلحه های آخرین مدل آمریکایی گیری اینها افتاده. به هر حال اون اشخاصی هم که رو اینا کار میکردن تسلیم شدن، اینا رو به کار میکشن، از اینا کار یاد میگیرن، آدم کشی های جدید یاد میگیرن. حال باید ببینیم که آمریکایی‌ها این وجوهی رو که متعلق به ملت افغانستانه به اینها، به آخوندها، بدتر از آخوندها، به طالبان خواهد داد. در ایران نقدی اولین آدمی بود، این نقدی آدم کش، معاون هماهنگ کننده ستاد مشترک نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، عرض کنم که پیروزی مردم افغانستان بر آمریکا گفته و لوموند به درستی نوشته، لوموند به درستی نوشته که مردم افغانستان میگویند آمریکایی ها ما را طعمه گرگ کردند. این حرف بی اساس نیست و پاسخگوش پاسخگوی تاریخیش وزارت خارجه آمریکا، کاخ سفید و ارتش آمریکا. در چنین شرایطی که مردم دسترسی در ایران، دسترسی به دارو ندارند، اما امداران در افغانستان مردم رو داغ می کنند، سید مهاجرین از افغانستان به طرف ایران آمده و میبینیم که شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید رهبر اهل تسنن عین نقدی عمل میکنه، عقیده دارد که آمریکا عرض کنم که به زور طالبان ساقط شده، اکنون طالبان موفق به بازگشت شدند و حاکم مشروع هستند. کدوم آخوند اهل تسننی بدون اشاره خامنه‌ای میتونه چنین حرفی از دهنش در بیاد؟ آقای جوزف بوغل، سیاستمدار ریش سفید و مجرب اروپایی که بایستی مدافع میراث‌های تاریخی حقوق بشر آمریکا باشه، ببخشید اروپا باشه، با طالبان مذاکره میکنه
و حرفی که میزنه وحشتناکه. وقتی از یعنی گفته که زیرا آنها در جنگ پیروز شدند، باید اروپا با طالبان مذاکره کند زیرا آنها با جنگ پیروز شدند. من فکر میکنم این دیپلمات در ایام تحصیل خودش تاریخ حمله هیتلر رو، اولین حمله شو به یاد بیاره و پتن رو به یاد بیاره که خود اینها جنرال پتن پیرمرد 90 ساله رو به اعدام محکوم کردن چون با هیتلر مذاکره کرد. پس کجاست میراث حقوق بشری اروپا؟ آقای جوزف باول نماینده اروپا برای مسئله افغانستان، باید با آنها مذاکره کرد چون آنها در جنگ پیروز شدند. من نمیفهمم، حرفی که این آقا میزنه خیلی تندتر از حرفی هستش که اسماعیل هنیه میزنه که خودش را مقلد خامنه ای و رئیس دفتر سیاسی حماس معرفی میکنه و به عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان پیروزیش رو تبریک میگه. طالبان هم در همین بازار وحشتناک تبلیغاتی که در اختیار اینها گذاشتن همون حرفایی رو که خمینی در پاریس میزد تکرار میکنن. میگن که فرمان دادن که زنان هم به دولت بیاین و عفو عمومی اعلام کردن، در حالی که در همین زمانی که دارن عفو عمومی اعلام میکنن اون زن خلبانی رو که باعث افتخار زنهای افغانستانه رو میگیرن و سنگسار میکنن و میکشن. حالا توی مصائبی رو که ما مردم ایران در مواجهه با رهبر معنوی طالبان های جهان خامنه ای داریم، مسئله کرونا هستش. آقای خامنه ای تازه دستور داد که یک ستادی برای مبارزه با این ویروس ایجاد بشه. آقایان دکتر وجگانی و دکتر بهروز نیکبین، استادان ایمونولوژی مسئولیت شناسی، اعلام کردند که تزریق واکسن برکت که متعلق به شرکت های ولی فقیه، اینا رو من دارم میگم، اونا جرأت ندارن بگن، یعنی ضرورتی هم نداره، مردم ایران میدونن که این شرکت ها مال خامنه ای، شرکت برکت از شرکت های بنیاد مستضعفانه، تلفات وسیع ایجاد خواهد کرد. کرونا خامنه ای جان سخت رو به عنوان مرجع تقلید شیعیان و رهبر مسلمانان جهان جان سخت تر و جانی تر کرد. اصلاحات نیوز از قول فائزه هاشمی با اشاره به سکوت علمای دینی در مورد رعایت نشدن آیین‌های بهداشتی میگه که آمار سعودی مبتلایان و فوت شدگان کرونا نشانه وقوع اتفاق بسیار ناگواری در کشور است. کرونا بیش از پیش گسترش پیدا می‌کند. مسئولین هیچ اقدام مؤثر و محدودیتی برای مهار کرونا به دست گرفتن کنترل اوضاع انجام نمیدهند. اینها عرایض من نیست، این خانم نماینده مجلس این رژیم بوده، دختر یکی از پایه‌گذاران مهم این رژیمه، دختر کسیه که 12 سال عرض کنم که در اون کشور همه کاره بوده. آمدن گفتن، پزشکان اعلام کردن، درخواست کردن که 15 روز تعطیل مطلق بکنیم.
اما این پزشکان نیستن که تصمیم میگیرن، این خامنه ایه که تصمیم میگیره و روحانی هستش و نوکرش، مقلدش روحانی هست که اجرا میکنه و بنابراین 15 روز رو به 7 روز تقلیل دادن، یعنی 60%، حدود 60% عرض کنم که توصیه های پزشکان رو عمل نکردن. در این میان اقتصاد نیوز از فشار سنگین اقتصادی بر گرسنگان صحبت میکنه و این دیگه خبری نیستش که من که دشمنی با این رژیم رو افتخار خودم میدونم، این خبر رو من نمیگم، دشمن رژیم نمیگه، این خبر رو مطبوعات درون رژیم مینویسن. تورم نقطه به نقطه عین جمله است، در این ماه به 43.2% رسیده، دهک های پایین برای شیر، تخم مرغ و سبزیجات باید بهای سنگین تری بپردازن و این بالاترین تورم میانگین در ربع قرن اخیر است. ولی من متاسفم، واقعا متاسفم از اینکه وقتی به مطبوعات و رادیو تلویزیون مجاهدین نگاه میکنیم، قسمت اعظمش فحاشی به مبارزین راه آزادی است که به اینها، برای اصلاح اینها، برای من که برای خیرخواهی اینها انتقاد میکنم، اینها نیروهای خودشونو به جای اینکه صرف در داخل کشور، در خارج کشور این ادعاهایی که میکنند و این ارتباطاتی رو که دارند رو به جای اینکه صرف رسوا کردن این رژیم در نزد مردم ایران بکنن، برجسته ترین تلاشگر راه آزادی رو بهش توهین میکنن. یک مشت چاپلوس به یک میخوان به این ترتیب زهر چشم بگیرند، پرونده سازی های زشت و کثیف و همزبانی با پاسداران خامنه‌ای کار این هاست. من البته علاقه ندارم که به این عمل بیهوده دامن بزنم، ولی آقای مسعود رجبی، من از آنچه در انجمنها علیه مخالفین شما میگذره و جسارت ها و توهین هایی که نسبت به اینها میکنید با خبرم، بی خبر نیستم. تقریبا اخبار انجمنها رو تقریبا، نه تحقیقا، میشنوم، به گوشم میرسه. نکنید این کار رو، شرم کنید. وقت مبارزه با رژیمی است که مردم رو طعمه کرونا کرده، شما با این کارتون به رژیم کمک میکنید، همدست رژیم نچید. شما 44 سال استش که یک بار کنگره تشکیل ندادید، 44 سال. بنشینید یک کنگره واقعی راه بندازید، علنی باشه، به مردم گزارش بدین تو این 44 سال چی کار کردین، به نقد از خودتون بپردازین، هیچ عیبی نداره. بلکه این باعث تقویت مقاومت خواهد شد، تقویت مقاومت مردم خواهد شد. بلا فوش دادن به حسن و حسین و سر عرض کنم که هوادارا و خانواده هاشون رو با این حرفا گرم کردن، از این ستون به این اون ستون فرجه، کار شما رو روز به روز بدتر میکنه. به هر حال این اشخاصی که از شما
نقد میکنند، عرض کنم که دیگه توی خانوادهتون هستن، فرزند شماست، تنها فرزند شماست. شما وقتی تنها فرزند خودتون رو همتراز با جانیان رژیم میخونید، فکر کنید به خودتون، برید تو آینه نگاه کنید، بگید خودتون چی تربیت کردید. اگر بهش اعتقاد دارید شرم کنید. ولی من با خوندن و شنیدن حرفهای این جوان در پاکی و صداقتش هیچ شکی ندارم، هیچ شکی ندارم. الان خطاب من به همه مبارزینه، به همه اونهایی هستش که چه به طور فردی و چه به طور در احزاب گوناگون فعال هستند، به عنوان اپوزیسیون در خارج از کشور فعالیت میکنند. داروخانه ها در ایران ناچار میشن داروها رو از بازار قاچاق بخرن. از جمله داروهایی که در بازار قاچاق فروش میره، هفته گذشته سرم کرونا بود که داروخانه ها هفته گذشته، امروز نه، 2300 تومان میخریدن از بازار قاچاق، میفروختن 3500 تومان. و پشت تمام داروخانه ها عرض کنم که صف بود. در کشور ماسک، کمبود ماسک وجود داره، بایستی این رو از دست فروشان خرید، قیمتش بالایه. یکی از بازارهای قاچاقی که سپاه پاسداران بسیار ازش سود برده و میبره، داستهای ماسکایی است که فیلتر دارن. در عرض دو ماه اول بوده 5000 تومان، شد 8500 تومان، قیمت بعدیش 15500 تومان، بعد 20000 تومان، بعد 25000 تومان. آخرین قیمتی که من خوندم و احتمالا از اون موقعی که من خوندم تا الان عرض کنم بسیار بالاتر رفته، متاسفانه آخرین قیمت برای ماسک فیلتردار 50000 تومان بوده، در حالی که قیمت دولتیش 4100 تومانه و دولت، اگر دولتی وجود داشته باشه، دولت ولی مطلقه فقیه هم در خرده فروشی اعلام کرده که این بایستی به قیمت 4300 تومان فروش بره. این پیشرفت قیمت ها به نظرم از جمله پیشرفت هایی هستش که خامنه ای میبایستی بهش اشاره بکنه. رئیس ستاد بحران تهران نتیجه این تجارت اسلامی رو در چند کلمه گزارش میده. این آدم دیگه دشمن رژیم نیست، این آقا اولا تاجر، ثانیا رئیس تجار، رئیس تجار آقای رضا کرمی. تعداد قربانیان کرونا، از کشته شدگان جنگ 8 ساله با عراق پیشی گرفته است. ننگ بر تو خامنه ای دوز. 2 ساعت پیش، ساعت 4 بعد از ظهر امروز خوندم تعداد مبتلایان وزارت بهداشت ایران 4,677,114 نفر گفته و تعداد کشته شدگان تا روز گذشته متاسفانه حدود 700 نفره. در عوض بازار زنجیر زدن و سینه زدن ادامه داره و متاسفانه با شرایطی که اون فیلماش هست برید ببینید و میبینیم، ما بایستی شاهد کشته شدگان بیشتری باشیم. ابتکار کثیف و زشت اسلام انقلابی هنری که مد شده تو روز عاشورا، آتش زدن
کبوتران بوده که من فکر میکنم هفته گذشته گفتم 72 کبوتر رو، کبوتر سفید رو برای نشون دادن مظلومیت عرض کنم شهدای کربلا آتش میزنن زنده زنده. مرگ بر این ارتجاع. و این مرگ بر این ارتجاع تنها یک شعار نیست، این یک بیان یک آرزوی تاریخیه. همین رژیم خبر میده، همین آقای رضا کرمی که راجبش صحبت کردم گفتم رئیس تجاره، خبر میده که ظرف 5 ماه گذشته، یعنی از اول سال 1400 تا کنون، خرید فروش جزئی، فروشای مواد غذایی، یعنی خرید مردم 30 تا 35% کاهش پیدا کرده. سفره غذای مردم، اونی که میره گوشت میخره، نخود میخره، لپه میخره، برنج میخره، نون میخره، 30 تا 35%. این خبر مربوط به هفته گذشته است، دو سه روز پیشه. در هر حال میدان دعواهای من و تو در خارج کشور و عملکرد غارتگران حاکم عرض کنم که تطبیق نداره. ماها نباید به مجادلات بی‌معنی دامن بزنیم و بیشتر از همه توجه من به شخص مسعود رجویه که امکانات خوب تبلیغاتی و رسانه‌ای داره و در این زمینه به طور آشکار و پنهان همه کار خودشو گذاشته برای اینکه به قول خودشون جنگ سیاسی رو در خارج کشور پیش ببرن. در هر حال من باز هم باید بگم که متاسفانه به دلیل شرایط بسیار بد کار پرستاران در ایران، پرستاران زیادی از ایران رفتن. تعداد پرستاران در بیمارستان‌های ایران بنا به اعلام رئیس کل پرستاری ایران 1/3 نیازهای کشوره و این پرستاران حقوق مناسب ندارند، کار زیادی میکنند. بسیاری از اونها از کشور ناچار خارج شدند. آقای رئیس جمهور ما هم، رئیس جمهور رژیم غارتگران و قاتلان، حد اکثر تحصیلاتش 6 ابتداییه و اینها میگن که، یعنی نه اینها، مسئولینه که در این رژیم ناچارن کار میکنن. به هر حال مردم تو کشور دارن زندگی میکنن، کار میکنن. روابط عمومی نظام پرستاری ایران اعلام کرد که در 125 هزار پرستار ایرانی به کرونا مبتلا شدند. ما آرزویمون اینه که این شرایط رو با وحدت، با مبارزه مشترک علیه این رژیم در همه زمینه‌ها، در زمینه تبلیغاتی، در زمینه روابط بین‌المللی، در زمینه ارتباط با مبارزات درون کشور ادامه بدیم و این شرایطی که خامنه‌ای میگه برید صحیفه سجادیه رو بخونید کرونا از بین میره، این صحیفه سجادیه رو نتونسته بده این فوتبالیستای سوریه بخونن. برای اینکه فوتبالیستای سوریه فکر میکنم دیروز یا امروز اعلام کردن که برای مسابقه به ایران نمیان، چون در ایران کرونا وضعش بدتر از همین سوریه هست. من بیش از این از مصائبی که بر سر کشور ما میره نباید صحبت کنم. وقت شما همه کسانی که حرفای ما نمیشنوین
از این مسائل تا حد زیادی اطلاع داریم و من آرزو دارم وکلای کشور، همکاران عزیز ما که امروز بخشی از اونها رو شنیدم از کار برکنار کردن، اجازه کار اونها رو گرفتن، 4 نفر از زنان مبارز ما که من الان متاسفانه شرمندم ازشون، اسمشون رو فراموش کردم، اینها رو از کار برکنار، یعنی جلوی کار اینها رو گرفتن. وقتی شما جلوی کار یک کسی رو میگیرید و این آدم بایستی مال اجاره بده، پول منشی بده، عرض کنم بایستی که شارژ های گوناگون مربوط به حرفه رو بده، اونو عملا از حق حیات محروم میکنید. هرچند امیدوارم که همبستگی ملی این قبیل مشکلات رو تحملش رو ممکن بکنه. در هر حال رژیم دشمنی خودش با همه مردم ایران هر روز نشون میده و در این میان همکاران ما 70,000 وکیل دادگستری از مظالم این رژیم، دستگاه دفاعی کشور، دستگاه دفاعی ملت از مصائب و خسارات این رژیم هر روز صدمه میخوره. وکلا رو به زندان میبرن، حق وکالت رو از وکلا میگیرن، اونها رو به گرسنگی محکوم میکنن. اینها چیزهایی هستش که ما بعضی ها جرأت میکنن بگن، خیلی ها رو صدا میکنن و تهدید میکنن و اونها احتمالاً برای اینکه بتونن زندگی بکنن صداشون در نمیاد و این مطالب رو عنوان نمی کنند. من امیدوارم که با تلاش همه ما، با وحدت همه ما در مبارزه علیه این رژیم، این سرطان منحوس رو از بدن میهنمون بکنیم. اتحاد، مبارزه، پیروزی، موفق باشید. خدا حافظ شما.